تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سر سفره قرآن هستیم. از اول که شروع کردیم به جزء 14 سوره نحل آیه 37 رسیدیم. هر آیه خونده میشه چند دقیقه تفسیر میگیم، تفسیری خیلی ساده و روان و فشرده و قطره‌ای. آیه 37 سوره نحل رو با هم بشنویم. این تحرص علی هداهم فان الله لا یهدی من یضل و ما لهم من ناصرین. ای پیغمبر، اگرچه بر هدایت افرادی حرص می‌ورزی، خیلی دلسوزی می‌کنی. پیغمبر خیلی دلسوزی میکرد. لعلک باخ عن نفسک، انگار خودتو میخوری. ما قرآن رو نازل نکردیم که تو لتشقا خودتو به مشقت بندازی. تو جبار نیستی، نمیتونی مردم مجبور کنی. تو مسیطر نیستی، نمیتونی سیطره داشته باشی. تو وکیل مردم نیستی. و ما علی رسول الله البلاغ، تو حرفتو بزن. زهرهم ولشو کن، اعرضنهم ولشو کن. من قرآن نفذم که تو خودکشی کنی که. ای پیغمبر، ان تحرس علی هداهم، اگر بر هدایت مردم حرص ورزی، بدون فان الله لا یهدی من یضل، خداوند هدایت نمیکنه که سوری که به خاطر لجبازی و سوء انتخاب و سوء عمل هدای گمراه شدن. اینا نه در دنیا هدایت میشن و ما لهم من ناصرین، در قیامت هم ناصری و یاوری ندارن. خلاصه این آیه میخواد بگه یک، دلسوزی برای افراد نااهل نکن. در قرآن چند بار به پیغمبر مسئله حرص بر هدایت مطرح شده. مثلا حریصون علیکم تو قرآن اومده، عزیزون علیه ما انتم، حریصون علیکم، یعنی پیغمبر حرص میزنه برای که میسوزه برای که مردم هدایت کنه. یا مثلا میگه که ولو حرص، اکثرشون اگرم حرص بزنی ایمان نخواهن آورد. اینجا میگه انتحرس، انتحرس داریم، ولو حرسته داریم، حریصون داریم. یعنی این مسئله چند بار تو قرآن تکرار شده. اگر افرادی هدایت نشدن، اشکال در قابلیته، نه که آخه بعضی هم میگن شما اگر گوینده ها خوب باشن حرفش اثر داره. خب نه، گاهی وقتا گوینده هم خیلی خوبه، مثل پیغمبر، ولی حرفش اثر نداره. طرف بذر خوبه، آبم خوبه، زمین قابلیت نداره. خب حالا انسان گاهی به جایی میرسه که نه دیگه در دنیا قابل هدایت، نه در آخرت قابل نصرت. انتظار ایمان همه مردم رو نباید داشته باشیم. ان تحرس علی هداهم، اگر هم حس بزنی یه عده ایمان نمیارن. ولو حرست، اکثرشون اگر هم حس بزنی ایمان نمیارن. شفاعت قابلیت میخواد. و ما لهم من ناصرین، اینها روز قیامت یاوری ندارن. قرآن خودش هم میگه، میگه که فما تنفعهم شفاعت الشافعین، شفاعت بود اما شفاعت برای اینا سودی نداشت، یعنی شامل حال اینا نشد. مثل جواز بانک، بانک جایزه میده اما به این نرسید چون حساب نداشته بانک. به کسی بانک جایزه میده که حساب داشته باشه؟ آدم هایی که حسابی ندارن تا خدا و پیغمبر، چطور منتظر شفاعتن؟ یعنی باید یه قاشق ماسی باشه، بعد بزنیم به دیگه شیر ماس بشه. به کسی که قاشقش خالیه، هر چی قاشق خالی تو شیر بزنی که این ماس نمیشه که. خب آیه 37 تمام. خدای تو رو به حق محمد و آل محمد به ما لیاقت بده که هم حق رو بفهمیم و هم پیروی کنیم. بریم سراغ آیه 38. و اقسموا بالله جهد ایمانهم لا یبعث الله من یموت بلا وعدا علیه حقا ولكن اکثر الناس لا یعلمون. هشت بار این تعبیر آمده، پنج بار این تعبیر آمده که اقسموا بالله جهد ایمانهم. اقسموا بالله چند بار تو قرآن آمده، کنار اقسموا بالله جهد ایمانهم اومده. قسم میخورن، چه قسمی؟ جهد ایمانهم یعنی جهد، جهد یعنی آخرین تلا، یعنی شدیدترین نوع قسم میخورن. بسی آدم میگه والله بالله تلاه، یعنی اینها با یک
بالاترین شدیدترین قسمشون رو میخورن. خب قسم که چی؟ میگن لا یبعث الله من یموت، کسی که بمیره دیگه مبعوث نمیشه. میگه اگر قسم خورده بر همین چرا نمیشه؟ چطور میشه بشه؟ مگه درخت ها برگاش نمیزه دو مرتبه برگ سبز رو میزه؟ چی میشه که دو مرتبه زنده بشه؟ چی میشه؟ یکی از مصادیقش مثل رجعته. شیعه اعتقاد داره به رجعت، یعنی در آخر تاریخ یه افرادی رو خداوند زنده میکنه. تو قرآن بارها داریم در همه دنیا افراد زنده شدن. اماتهو ثم بعثهو، متن قرآنه. حضرت عزیز سوار الاغ بود، داشت میرفت قریه رو دید، گفت خدای مردم قریه مرده رو چطور دو مرتبه زنده خان شد؟ فاماته الله مئت عام ثم بعثهو، خدا 100 سال این حضرت عزیز به مرگش داد، بعد 100 سال زندش کرد. اماته ثم بعثهو. 70 نفر که حضرت موسی برد کوه طور، گفتن ما میخوایم خدا رو ببینیم، خدا همه رو مرگ داد دو مرتبه زنده شو کرد. حضرت عیسی مرده رو زنده میکرد. چه اشکال داره؟ قسم میخورن جهد ایمانه که لا یبعث الله من یموت، خدا هر کس بمیره دیگه مبعوث نمیشه. بشه بگو بله. چرا؟ وعدا علیه حقا، وعده خداست، وعده حق، ولی اکثر مردم نمیدونن. خب سوگن همه جا نشانه صحت و صداقت نیست. خیلی وقتا حرفشون صحیح نیست، صداقت ندارن، صحت هم نداره، دروغ قسم میخوره. پس سوگن نشانه صحت و صداقت نیست. بدتر از کفر پافشاری بر کفره، که میگن که لا یبعث الله، بدتر از جهل و کفر پافشاری داشتن. اینا خدا را قبول داشتن، معاد قبول نداشتن، چون اقسمو بالله یعنی به خدا قسم میخورن، پس پیداست خدا را قبول داشتن که به خدا قسم میخورن. بعد میگفتن قیامت نیست، یعنی خدا را قبول داشتن، قیامت قبول نداشتن. بله قیامت وعده خداست، زنده شدن مردگان در قیامت حقه، ولی خب اکثر اینها لا یعلمون. اینم سیمای منکرین. خب حال قیامت بره چی هست؟ در آیه آخر که اینم در یکی دو دقیقه بگیم، آیه 39 بشنوید. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ. خدا برای قیامت رو برای چی خلق میکنه؟ قیامت خلق میکنه که لِيُبَيِّنَ لَهُمْ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ. قیامت به خاطر اینکه اختلافات تموشه، چون اینا هم در خدا اختلاف داشتن، هم در حقانیت پیغمبر و هم در برپای قیامت و محاسبه. قیامت همه رو برن حقه، میگن بی خود متردد داشتیم. لیبین لهم الذی یختلفون فیه. بعدم ولیعلم الذین کفروا انهم کانوا کاذبین. کفارم بدونن دروغ میگن، یعنی کفار مستضعف بفهمن که کفار دونه دروش رهبرانشون اینا دروغ گفتن، یا همه با هم بفهمن دروغ هستن. قیامت پردا کنار میره، اختلافات هم میشه، همه میفهمن که اختلاف ها سلیقه‌ای بود. خب تا اینجا ستایه کافیه. خدای تو رو به حق محمد و آل محمد ما رو از قابلیت هدایت، روز به روز قابلیت هدایت رو در ما زیاد کن. یک، ما رو از یک دنده شدن و لجبازی رو سلیقه‌های شخصی بی‌مبنا دور بدار. دو، و روز قیامت که پرده ها کنار میده روز حسرت و شرمندگی ما قرار نده. خب آیه 37، 38، 39 تمام. السلام عليكم ورحمة الله.